سلام خدمت همراهان گرامی و وقتتون بخیر. پویانم و در خدمت هستم با یک ویدیو مقدماتی برای ویدیوهای آتیمون. توی این مدتی که حالا کانال آپدیت نشد من مشغله دارم، حالا تا یه ماه دیگه هم همچنان همینطور آپدیت نمیشه. سعی میکنم چمپیون های جدید رو بذارم، احتمالا امروز فردا میلیو رو اول میگم چون خودم باش امتحان کردم، در اولین بازی اسرنگ شد. تغییرهایی تو آیتم ها داشتیم که این بار برخلاف دفعه گذشته، واقعا همه کسایی که بازی میکردن لیگ آف لیجنز رو معتقد بودن که همین جوری شلم شوربا یه کاری کردن، نلکی آیتم ها رو عوض کردن، حتی خیلی شاکی بودن. اما در سری جدید آیتم ها تعیین کننده شده، یعنی بعضی کمبوهای عجیب غریب به وجود اومده که باعث میشه که اصلا داستان عوض بشه. یعنی بعضی آیتم ها رو اگه اشتباه بردارین، حالا بخوام نمونه نشون بدم، فکر کنم که کجا بود، بریم توی من هیستوری هم نگاه کنم. اگر بخوایم توی چیزا نشون بدیم، یه سری آیتم ها به شدت داستان رو افتضاح میکنه، یه سری آیتم ها مثلا فرض این آیتم برای سونا خیلی عالیش میکنه. حتی یه سری چمپیون هایی رو مثلا قبلا با یه سری آیتم ها فایده نشان، کمبو های جدیدی اومده و جالبه، یعنی یه عده نشستن دارن سعی میکنن که چیزهای مختلف رو به وجود بیارن. مثلا این آیتم برای زایر جواب نداد، داشتم چیزهای مختلفی رو امتحان میکنم. یک حرکت جدیدی که راجع به اش اومده که اصلا نگاه کردم کف کردم، این بود که البته متاسفانه ADC ها طبق معمول سوادش رو نمیشه، هرچیم تو چت تشریح کردیم بازم متوجه نمیشدن که وقتی شما این اکوز آف هیل آف هلیا رو ببخشید اکوز آف هلیا رو براش ببندید، خب اش هیل نداره. اما اگر در کنار شما توی قسمت رونها بیاید و این فونت آف لایف رو براش بذارید، حالا هر دفعه که دابلیو میزنه طرف مقابل کند میشه و اون علامت سپر میاد بالا سرش و اگه هم تیمی شما بزنش هیل میشن و همینطور شما، پس هر بار که این اتفاق میفته در حقیقت شما دارید انگار هیل رو انجام میدید و هر دفعه که این اتفاق بیفته این هش سایفون جمع میکنه و هی هیل میده به خودتون و اطرافیاتون. ما میزدیم یارو کم کم یارو درمیاد و جدیدن هم خب با همین آیتم هایی که فقط اینجا دارین میبینین، بماند که حالا میگم چیزهای دیگرش هم سر جای خودش، ولی همین دوتا آیتم، یعنی این آیتم هم باز کند کردن رو دمیج رو بیشتر میکنه، از این شما در این هیل میشین از من دمیج رو بیشتر میزنین، این دو به دو راحت میتونین بزنین. این کیوش رو که بزنه دبلیوش هم که دیگه از یه جایی به بعد آیتماش رو که میبنده هر دو ثانیه داره دبلیو میزنه، میزنه یه موج میزنه، همه کند میشن، همه اون فونت آف لایف رو میگیرن، همه هیل میشن. خیلی این آیتما خیلی تاثیرگذار شده. چیزهای مختلفی رو امتحان کردم، مثلا یه دونه چیزای جدیدی که برای زایر اومده، زایر تانک بشه، این آیتم هر بار که این التیمیتش رو میزنه هم خودش جون اضافه میگیره و هم دوستاش هیل میشن و این باعث میشه که حسابی همشون قوی تر بشن. ولی خب بازم میگم متاسفانه، یعنی میزنی خب 5-12-3-1-9-9-12 چی بگیم رنکت بوده خیر سرش. خلاصه چیزهای مختلف رو این چند وقت هم جای امتحان کردم، حالا یه مدت هم که نیومده بودم همینجور داشتم دونه دونه تست میکردم و اینها، ولی مثلا میگم تو این بازی اخیر سونا اصلا یه دفعه ترکون، خودم انتظار نداشتم، خیلی زیادی بیش از حد انتظار ظاهر شد، 8-16 ساب اونم سونا فقط به خاطر همین یه آیتم، یعنی دمیج که میزنه هیل که میکنه باز هم هیل میده، این جدا اضافه به سازمان. و از اون طرف هم که خب هم هلت داره، هم مانا روژن داره، هم ابیلیتی پاور داره، هم ابیلیتی هست داره، خوراک اصلا این چمپیونه. یه سری چیزها عوض میشه خواه نخواه، اما همچنان تاکید میکنم اگر چه زدم دانلود بشه، من اشتباه کردم به زور، حالا میخواد اینو برای ما نگرده. در مورد چمپیون ها هم یک چیز، حالا منتظرم این چمپیون جدید هم بیاد. میلیو رو فعلا دارم خودم،
چستش هم گرفتم، ولی در خصوص چمپیون های دیگه حالا باید توی رنکت فکر کنم چیزا اومده. من خودم که خیلی وقت نیست بازی کنم، دو هفته اینطور است دوباره نصب کردم که بود پیام دادم، فکر کنم رنکت رو همینجوری علکی بازی کنین هم اینو به زودی میگیرم ازش. و این که چیزه اینو که گرفتم نافیرو رو شروع میکنم، آموزش اون رو هم میذارم تا حالا بقیهشون هر وقت که چیزا بیاد، حتی بازی اس رنکی هم برای چیز بریار آماده کردم یکی خیلی خوب بازی کرده بود، اونم موجود خفنیه، اونم باحال بود. این چیزا نزیاد نمیدونم، نافیروی نزیاد. خلاصه آیتم ها رو خیلی تو کامنت ها میگید آموزش آیتم ها رو بذار. ببینید آخه یه بدبختی وجود داره، یکی دوتا که نیست، وقتی میگیم آیتم ها مثلا بیایم اینجا نگاه کنیم، وقتی صحبت آیتم ها میشه ماشاءالله یکی دوتا نیست که همه رو بیام آموزششون رو بذارم. بیس آموزش رو که تو آموزش ها گذاشتم اینا کنیم که چی به چی هست، هر آیتمی خب ترکیبی از یه سری آیتم دیگه است. وقتی بهترین راهش هم اینه که تو همین قسمتی که من اومدم بیاید و یعنی بیاید توی قسمت آیتمز توی این قسمت اینونتوریتون و بیاید اینجا خودتون نگاه کنیم، اصلا اگه چمپیونی که باش بازی میکنه اتک دمیجه، این رو کلیک کنید تمام آیتم هایی که اتک دمیج دارن رو میاره. اینجا میتونید بر اساس قیمتش آلفابت و غیره مرتب کنید که خب از اونجایی که میخواید آیتم کلی رو ببینید بهتر این گلد از بیشتر به کمتر بذارید که آیتم های نهایی رو ببینید. رو هر کدوم کلیک کنید میگه که از چیا تشکیل شده. الان آکنین کنار اون آیکونش نوشته قیمتش 3300 سکه است و از چه چیزهایی ترکیب شده، هر کدوم اینها چی کار میکنن و اینکه جداگونه قیمت هر کدوم چقدره با اینها. این داستان ها هست. در خصوص بازم تاکید میکنم رون ها همچنان تغییر خاصی نداشتیم. برای کسایی که بازی رو تازه شروع کردن، قطعا تازه شروع کردن که دارن این آموزش ها رو میبینن، همون رون های پایه و استاندارد رو ببندید. کاری نداشته باشید یکی میگه که آقا من اینجوری میکنم، یکی ویدیو گذاشته آقا اینجوری نمیری، نه اینا خب میگم تو اصل حاضر به خاطر اینکه همه دنبال کلیک و لایک و اینا انقدر چاخانه مختلف گفته میشه تو اینترنت که حد نداره. کانال های فارسی که دیگه الحمدلله ترکوندن کلا، یک شبه میلیاردر شدن، ده رابه خفن درآمد دلاری در من یک شب، نمیدونم این ذکر رو بگو اصلا دشمن ها دود میشن، نمیدونم خودت پولدار میشی فلان و اینا. چند وقت پیش یه ویدیو فارسی بودیم آموزشی، اجازه بدینم به منی برادر بزرگتر بهتون میگم، یه رو مده راجع به ماجیک ماشروم گفته بود که آره اینجوریه و خیلی این تعالی تقیم میشه و چیزای معنوی اتفاق میفته و خروج روح از بدن و دیدن بودهای دیگه و فلان. و یه بدبخت یه دوستی دارم تو نروژ رفته بود خریده بود و میخواست مصرف کنه، بودم بابا اصلا من هیچی، یه سرچ بکن ضررهاشو بخون بعد اگه دیدی که آره همچین چیزی، اون چون تجربه دم مرگ میده توهم میزنی، اون دی ام تی مغزی که خودش به طرفو میگم طرفو ترشح میکنه زیاد میشه و به خاطر همین توهم میزنی. من خیلی واقعی میگن، میگم آره به خاطر اینکه توهم اصلا وهم یعنی چیزی که واقعی خیالیه ولی واقعی جلوه میکنه. و یارو اومده بود یه ویدیو نیم ساعته گذاشته بود در اصل اینکه نه این کاملا درسته و اینجوری، من بابا عقلتو به کار بنداز، به نظرت اگه مثلا همچین چیزی بود بودا و هزار تا از این مانکا و نمیدونم راهبا و اینا دیگه می اومدن این همه خودشونو درد سر بدن، خدا پیغمبر میفرستاد یکی رو میفرستاد گفتش جمشین یه قارچ آوردم بزنیم بریم فضا عشق کنیم، خب دیگه این همه داستان نداشت که آقا عبادت کن و فلان و اینا که مثلا به اون درجه از روحانیت برسی و معنویت و اونم مدیتیشن کنی یا بری تو تبت و فلان و اینا. و این کشکی اگه بود که حالا یه دم توجهشمون، نه به خاطر اینکه اگه این اینجوری شه دیگه تو هیچ گرفش خریدن ندارم. میگم بابا خلاصه یعنی که این چرت و پرت زیاده، شما بهش اهمیت ندین، همون چیزای استاندارد رو استفاده کنین. ضمن این که الان که میخواین برین توی بازی، من یه نمونه بزنم فقط چون میخوام چیزی رو نشون بدم.
در خصوص رونها و آیتم ها که نه، ولی در خصوص رونها خود بازی اینجا یه گزینه میاره کنار اون ادیت چیزها که اون رو که میزنید بهتون نشون میده. اینو قبلا هم توی ویدیو گفتم ولی از کامنت ها مشخص خیلی اون رو نهیدن. خودش میاد خیلی از اینها رو سه تا آپشن مختلف رو نشونتون میده که خب باید بدونید هر صفحه اون چی کار میکنه. خدا رو شکر اونها عوض نشده، همونایی که فکرم آموزشاشو گذاشتم، من هر پنج صفحه هم گذاشتم، حالا ممکنه جا به جا باشه ولی هستش تو کانال. و عرضم به حضورتون که این رو عرض میکردم که اینها رو یکی از اونها رو بسته به گیم پلیتون استفاده کنید. الزامن هر میگم یکی ویدیو میزنه من اینو امتحان کردم خیلی خفن بود و اینا، با گیم پلی اون ممکنه خیلی عالی بوده باشه، یا مثلا با تیمی که اون میره اونا خیلی خوب به قول معروف هماهنگ شده باشن، ولی شما یه پلیر مستقلی که میخوای خودت بری توی بازی و الزامن چیزهای آیتم های عجیب غریبی که اون بسته یا مثلا طرز گیم پلی که اون داشته به شما نمیخوره. پس این نکته هم حواستون باشه، اگه اوورد دیگه ویدیو میخواین ضبط کنیم از اون میانگین همیشه باید بیشتر بشه. در خصوص بازی هم اخیرا بعضی اپراتورها بدون فیلتر شکن بازی ران میشه روشون، مثل من الان خودم با ایرانسل مسئله اینه، ولی خب خرید ایرانسل رو توصیه نمیکنم به خاطر اینکه قطعی زیاد داره. خودم اعتمادم به زودی میرم یه مورد هم رو اول میگیرم. برای اونایی که گوشی دارید یک سیم کارت های اومده که دروغ نگم مال شاتل من خودم نمیخوام، بخاطر اینکه من یه بار از شاتل سیم کارت خریدم داشت به نام یکی دیگه میشد سیم کارت من، بعد مثلا اسم من پویان عارف بود، اون نمیدونم پیام حمید چیچی بود درزی اصل فلان بود و شماره ملی ها اصلا نمیخواد اسم در را شبیه نبود و اینا. یعنی ما نه تشابه اسم بود، میشه بگیم کجای اسم هم بجز اون په اولش شبیه، به خاطر همین اصلا دیگه عمرن سمت شاتل نمیرم. ولی سیم کارتی رو برده که میتونید با کد تو گوشیتون بزنید که اصلا منتقل بشه به اینترنت رو از مثلا ایرانسل بگیره یا همراه اول بگیره و اینا. این هم گفتم در جمعش خودم نمیدونستم، خودم که اخبار دنبال نمی کنستم وقت نمی کنم، از یکی شنم هم که جالب بالاخره کلمه هوشمند داره یکم معنی پیدا میکنه. یه ویدئویی هم مخواستم راجع به اگر اجازه بدید هوش مصنوعی بذارم، منتها کانال مرتبط نگفتم الان باز میذارم همه شاکی میشن. در خصوص هوش مصنوعی دست کمش نگیرید، فقط هم اینقدر بگم خیلی کارهای عجیب غریبی الان میتونید بکنید، خیلی ازش استفاده کنید که دانسته هاتون رو بالا ببرید. اینترنت هست ولی خیلی سوال ها نمیم سوالهی که اصابت مثلا وزیر اومده بود رفتم راجع به شبقت پرسیدم، قرآن بهت گفته، پیغمبر بهت گفته، چی رو بخوای از اون بپرسی، چه میدونم، خلاصه مثلا خنگ و خوله وزیر وزرا و دولت مردم اینا. نه سوال هوشمندانه تری، آقا یه ویدیو خواستیم بزنم زایی نکن بیا دو... یه چیزی هم از خودم دارم به این نتیجه میرسم، احساس میکنم که بازی این به این دلیل رو میگم نگفته جایی، ولی بر اساس آمار من دقت کردم اکثر کسایی که از خاورمیانه میان توی بازی تو هر سروری اغلب میافتن تو تیم من، چراشو نمیدونم، یعنی احساس میکنم بازی بر اساس آی پی هم میاد چیز میکنی بر اساس لوکیشن دیگه. میدونید که الان فرق نمیکنه شما فیلتر شکن بزنید نزنید، همه جا میتونن بفهمن از کدوم کشور وصل شدین، ولی اگه برو خودشون نمیارن اجازه میدن وصلشین لطف میکنم، ولی شدنش میشه و احساس میکنم بازی هم داره این کار میکنه چون زیاد اتفاق میفته که میدم خاورمیانه یا یعنی اونه که من اروپا نیستن و من توی تیم افتن. خب من یه بار دیگه میخوام سونا رو امتحان کنم، بازی قبلی جلو پایک و چیز بودیم اصلا لطو پایک کردیم، ولی این رو برام میخواستم بگم که این آیکون اینجا یه دونه این قلم است که بزنید خب چیزهای خودتون رو میاره، ولی این رو که میزنید میگه ببین اینها رو توصیه میکنیم،
خب اینا ریکامند هاست، هر کدومی که میخوای بگی. حالا من مثلا بعد از این همه مدت بازی دیگه میگم نه، من مثلا با سبک بازی من اینو ترجیح میدم، مثلا آریو رو برای اینکه هم شیلد بهم بدم هم دمیج بزنم، مانا رو لازم دارم، سونا ضعف سرعت داره، با ایش خیلی سرعت زیاد میشه، اینم برای اینکه اول بازی کمبود قدرتش جبران بشه. و استاباش خب خیلی به صرف است اینجا بگیریم، ولی بود این 10 تا سرعت اضافه تر داره و 300 تا سکه به نفش میشه. بیسکویت هم برای لایف هم برای افزایش مانا برای مناسبه. و خب خیلی چمپیون چیز نازک نرنجیه، برای همین آرمور بهش میدم و ابیلیتی هست. خب تا اینجا رو داشته باشیم، ایشالله من از ویدیوهای بعدی حالا میایم فردا یا امشب میلیو رو میذارم و همجوه الاخر. ممنون از توجهتون، ببخشید که وقت نمیشه کانال رو زود به زود بروز کنم، ایشالله بعدها جبران میشه، حتی اسپانسر خودم مسابقات لیگ میشم آنلاین. تا ویدیوهای بعدی وقتتون بخیر، خدا نگهدار.